همه چیز در منظومه شمسی ما حول محور یک ستاره مهم میچرخد. خورشید این گوی طلایی درخشان که 99.8% از جرم کل منظومه شمسی را تشکیل میدهد، در حال حاضر در یک مرحله نسبتاً پایدار از چرخی زندگی تقریباً 10 میلیارد سالی خود قرار دارد. اما با این حال هنوز هم توانایی ایجاد هرج و مرج بر روی زمین را دارد. رکورد تعداد لکه ها روی سطح خورشید این روزها دانشمندان خورشیدشناس را بسیار نگران کرده است، چرا که این روزها ستاره منظومه ما از پیشبینی ها سرپیچی می کند و به سمت چرخه خورشیدی بسیار قوی تری می رود که می تواند ما را اینجا روی زمین تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات جدید دانشمندان نشان می‌دهد که 1.5 تا 12% احتمال وجود دارد که یک طوفان خورشیدی با قدرت کافی برای ایجاد اختلالی فاجعه بار در زمین در آینده ای نزدیک رخ دهد و این طوفان علاوه بر ایجاد خسارات قابل توجه به زیرساخت‌های اینترنت می‌تواند شبکه‌های برق سراسر جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده و دچار اختلال نماید. در سال 1859 میلادی یک طوفان خورشیدی خدمات تلگراف را در ایالات متحده و اروپا برای چند روز تعطیل کرد. اما اگر اتفاق مشابهی همکنون روی دهد میتواند به طور بالقوه جهان را با یک توقف جدی مواجه سازد، چرا که امروزه گستردگی و میزان وابستگی زندگی انسانها به برق و شبکه اینترنت جهانی بسیار بیشتر است و یک اختلال جدی در این موارد میتواند باعث بروز فجایعی عظیم و غیرقابل تصور در زندگی روی زمین گردد. لکه های خورشیدی مناطقی از میدانهای مغناطیسی با شدت بالا در سطح خورشید هستند که منجر به توقف موقت فرایند هم رفت می شوند. این پدیده منجر به افت دما در ناحیه خود شده و موجب می شود تا نسبت به بقیه سطح خورشید تیره تر به نظر برسد. این نواحی با شراره‌های خورشیدی، فوران‌های شدید تابش الکترومغناطیسی و پرتاب جرم تاجی مرتبط هستند که ذرات پلاسما را از تاج خورشید به فضا پخش می‌کند. لکه خورشیدی رویدادی موقت بر روی سطح خورشید است که به صورت لکه‌های تاریک‌تر از نواحی اطراف آنها به وسیله فعالیت‌های شدید مغناطیسی که مانع از انتقال گرما می‌شود به وجود می‌آید. این لکه‌ها به علت کاهش درجه حرارت سطح خورشید در آن ناحیه‌ها به وجود می‌آیند. لکه‌های خورشیدی دارای قطرهایی به ابعاد 16 کیلومتر تا 160 هزار کیلومتر هستند و بزرگترین آنها حتی بدون تلسکوپ هم قابل مشاهده است. لکه خورشیدی در حین ظاهر شدن از فعالیت‌های شدید مغناطیسی میزبان آثار دیگری مانند تاج‌های خورشیدی و رخدادهای قطع ارتباط نیز هست. بیشتر شراره‌های خورشیدی و پرتاب جرم تاجی سرچشمه در فعالیت‌های مغناطیسی پیرامون منطقه گروه‌های لکه قابل رؤیت خورشید دارند. پدیده‌های مشابهی که به طور مستقیم در ستاره‌ها نیز رصد شده‌اند عموماً لکه‌های ستاره‌ای نامیده می‌شوند و در دو نوع روشن و تاریک اندازه‌گیری شده‌اند. البته گفتنی است که این لکه‌ها دائمی نیستند. قرن هاست که دانشمندان از لکه های خورشیدی به عنوان پیشسازی برای پیشبینی رفتار خورشید در طول چرخه خورشیدی 11 سالش استفاده می کنند. فرایندی که در آن قطب های خورشید به طور کامل می چرخند. بیشینه فعالیت خورشید بخشی از چرخه تقریبا 11 سالی ستاره منظومه ماست که در آن خورشید در فعالترین حالت خود قرار گرفته و پوشیده از لکه های خورشیدی تاریک و حلقه های پلاسما می شود که پرتاب های جرم تاجی و بادهای خورشیدی را از خود به بیرون شلیک می کند. خورشید ما در دسامبر 2019 وارد 25مین چرخه خورشیدی خود از زمانی که ما مستندسازی آن را آغاز کرده ایم شد و پیش بینی می شد که مانند چرخه قبلی ضعیف باشد. طبق پیشبینی ها این چرخه خورشیدی می توانست یکی از ضعیف ترین چرخه هایی باشد که در قرن اخیر مشاهده کرده بودیم.
با این حال از سپتامبر سال گذشته خورشید داستان بسیار متفاوتی را رقم زده است و تعداد لکه‌های خورشیدی آن ماه به ماه افزایش می‌یابد. در ماه گذشته تعداد لکه‌های خورشیدی به طور متوسط 163 عدد بود که با چرخه خورشیدی سال 2002 که یکی از چرخه‌های قوی تاریخ بود مطابقت داشت. زمین توسط یک حباب محافظ معروف به نام مگنتوسفر یا مغناطیس سپر محافظت می شود و اشعه های مضر خورشید را مهار می کند. اما هنگامی که خورشید گاهی اوقات رشته هایی از پرتوهای پرسرعت را منتشر می کند، به شدت میدان مغناطیسی زمین را تحت تأثیر قرار می دهد. در ماه اکتبر 2003 خورشید چند شراره خورشیدی قدرتمند را پرتاب کرد و تاج‌های خورشیدی تا فضاپیمای وویجر در انتهای منظومه شمسی نیز شناسایی شدند. آنها در زمین طوفان‌های بزرگ هالووین نامیده شدند و شامل یک شراره خورشیدی با شدت 45 ایکس بود که قوی‌ترین شراره خورشیدی ثبت شده بود. دانشمندان خورشیدشناس پیش‌بینی کرده بودند که تعداد لکه‌های خورشیدی در طول 25مین چرخه خورشیدی در حالت حداکثری ماهانه به 125 عدد میرسد. اما با نزدیک شدن خورشید به اوج چرخه خود این تعداد به 163 افزایش یافته است و دانشمندان را نگران کرده که اوج آن ممکن است تقریبا یک سال زودتر فرا برسد و این چرخه میتواند بسیار قوی تر شود. اوایل این هفته لکه خورشیدی AR3354 یک شراره خورشیدی کلاس 1X را منتشر کرد و تابش ناشی از آن باعث خاموشی عمیق امواج کوتاه رادیویی در اقیانوس آرام و بخش‌های غربی ایالات متحده شد. کلاس X شدیدترین شراره‌های خورشیدی است و طوفان‌های خورشیدی همراه با چنین رویدادهایی می‌توانند به طور کلی بر زندگی بر روی زمین تأثیر بگذارند. رویدادهای پر انرژی شدید می توانند شبکه‌های الکتریکی را مختل کنند و به فضاپیماها نیز آسیب برسانند. خدماتی مانند استارلینک با آب و هوای فضایی خشن ناشی از فعالیت‌های خورشید مواجه شده اند و تاکنون چندین ماهواره استارلینک دچار اختلال شده اند و برخی نیز به طور کلی از کار افتاده اند. این صورت فلکی روبرشت از ماهواره‌ها در مدار زمین همچنان در معرض خطر آسیب‌های ناشی از چنین رویدادهایی قرار دارند. دانشمندان می‌گویند ابرطوفان‌های خورشیدی که توانایی مختل کردن همه ماهواره‌ها و فضاپیماها و اختلال جدی در شبکه برق و مخابرات و اینترنت را دارند، هر 25 سال یک بار از سطح خورشید تولید می‌شوند. این گفته از داده‌های تاریخی جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های انگلستان و استرالیا که 150 سال قدمت دارند آمده است. ابرهای گازی داغی که در فوران‌های تاج خورشیدی از آن خارج می‌شوند، طوفانی از ذرات یونیزی پر انرژی را تشکیل می‌دهند که می‌تواند ماهواره‌ها را بسوزاند، شبکه‌های انتقال برق و مخابرات را با اختلال روبرو کند و فضانوردان را به کام مرگ بفرستد. البته پیش‌بینی این طوفان‌ها کار آسانی نیست، زیرا هر فورانی در تاج خورشیدی به وقوع طوفان ذرات منجر نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند خطر برخورد میان ماهواره‌ها پس از وقوع یک طوفان خورشیدی بزرگ بسیار زیاد خواهد بود و ماهواره‌ها ممکن است گم شوند و یافتن آنها می‌تواند هفته‌ها طول بکشد. همکنون دانشمندان به دقت خورشید را زیر نظر دارند تا ببینند که آیا لکه‌های خورشیدی به زودی فعال‌تر می‌شوند یا خیر. همراهان گرامی، از اینکه تا انتهای این ویدیو ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. اگر به محتواهای علمی و تاریخی علاقمند هستید، لطفاً کانال مثبت وب را سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما اعلانها را فعال نمایید. همچنین نظرات و پیشنهادات ارزشمندتان را در مورد ویدیوهای کانال در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید و مطمئن باشید که به همه آنها پاسخ خواهیم داد.